بحث امشب حقوق زن در اسلام هست. من در این زمینه مقالاتی نوشتم، کوتاه مقدمه رو عرض میکنم، سعی میکنم وقت بیشتری رو به پرسش‌های دوستان اختصاص بدم. اجمالاً فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که باید با اون بحث شروع کرد روش شناسی بحثه، یعنی با چه روش میخواییم به مسئله حقوق زن در اسلام نگاه کنیم و تحقیق کنیم. همینطور که دوستمون در ابتدا ذکر کردن، من روش خودم رو اجتهاد در مبانی و اصول اسم گذاشتم. مراد از اجتهاد در مبانی و اصول یعنی اجتهاد در مبانی جمع مبناست، مبانی انسان شناسی، معرفت شناسی، اخلاقی، اعتقادی، فلسفی و دیگر علوم معتبر. و مراد از اجتهاد در اصول هم مشخصاً اصول فقه است، یعنی ما زمانی میتوانیم در این مسئله و هر مسئله دیگر دینی بازاندیشه کنیم که در اصول فقه خودمون تجد نظر کنیم و با ضوابط سنتی اصول فقه نگاه نکنیم، الا با اون ضوابط به همون نتیجه میرسیم که بقیه علمای سنتی رسیدن. در مسئله حقوق زن در اسلام هم ما با مشکلاتی در حوزه مبانی انسانشناسی مشخصاً مواجه هستیم. بسیاری از علمای ما که کتاب تفسیر یا کتاب حدیث یا کتاب فقه یا کتاب اخلاق و مانند اینها نوشتن، نگاهشون به زن یک نگاه فرودست بوده است. این مطلب اختصاصی به مسلمان‌ها هم نداره، این نگاه دوران گذشته و پیشا مدرن است. یعنی شما مثلا تا قرن 18 و 19 هم نوع مطالعات رو، نوع کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته مراجعه کنید، ببینید که این نگاه عمومیت داره. برخی دوستان فکر میکنن فرض کنید اجحافی اختصاصاً در دین اسلام نسبت به زنان صورت گرفته، این کاملا اشتباهه. شما متون گذشته رو بررسی بکنید، ببینید که مثال از همین خوب به اصطلاح بعد میزنم، جان استوارت میل کی میزیسته، دیدش نسبت به زن چه بوده، چه تفاوتی با دید سنتی فرض بکنید مسلمان ها یا دیگر افراد سنتی از دیگر ادیان داره. من همین نگاه رو داشتم. لذا اولین نکته که میخوام عرض بکنم این است که نگاه فرودست به زن از ویژگی های دوران پیشا مدرن است، هیچ اختصاصی هم به اسلام نداره. اگر هم این نگاه وجود داشته، این نگاه مسلمان ها به متون دینیشون نه لزومن نگاه اسلام، و باید بین نگاه مسلمان ها که این نگاه ممکن است متأثر از زمانه خودشون باشه، متأثر از عرف خودشون باشه، متأثر از فرهنگ خودشون باشه، با خود دین اسلام تفاوت گذاشت. این نکته اول که نگاه فرود است. اون وقت برای این هم شواهد متعدد میشه ارائه کرد. شما به فرض بکنید، حالا من نمیخوام وارد این موارد بشم، ادبیات خودمون مثلا از کتب فقهی هم بیاد کنار، از شاهنامه فردوسی بگیرید، از مثنوی مولوی بگیرید، از گلستان سعدی بگیرید، از اخلاق ناصری بگیرید، هر کدوم اینها از فرض بکنید اسرارالحکم ملاحظی سبزواری بگیرید، همه جملات اینها در من تو ذهن منه، ولی نمیخوام جلسه رو با این مباحث پر کنم. یا میشه باش رساله ای نوشت، کتابی نوشت، شواهد فرودستی زن در ادبیات فارسی، میشه یک کتاب باش نوشت، هیچ ربطی هم مشخصا از اسلام نداره، به اسلام نداره. موارد دیگه میشه در زبانهای دیگر هم این موارد رو دنبال کرد و دید. و اگر فقیه آمد و اسلام شناسی آمد و با این مبنا، یک مبناست، مبنای فرودستانه به زن نگریست، فهمی که از دین هم پیدا میکنه،
فهمی که از کتاب قرآن پیدا میکنه، از سنت پیغمبر پیدا میکنه، متناسب و مبنا شکل خواهد گرفت. این که میگم اول باید ما از اجتهاد و از مبنا شروع بکنیم. اولین سوال ما این است که زن و مرد در انسان شناسی تفاوتی با هم دارند یا ندارند. یعنی طبیعت زن طبیعت فرودست است و طبیعت مرد طبیعت فرادست است. این مطلب توی خیلی از احکام ما تأثیر گذاشته. یعنی وقتی به ادله نگاه میکنیم هیچ دلیل متفاوتی اینجا وجود نداره. این نگاهی که آمده این گفت رو ساخته، یعنی پس ذهن فقیه یا پس ذهن مفسر این بوده که زن فرودست است، پایین دسته، و نتیجه کارش، نتیجه اجتهادش، نتیجه استنباطش این حکمی خاص شده که نوشته است. خوشبختانه در قرآن درست برخلاف اینه. زن و مرد از نفس واحد آفریده شد. اول سوره نساء. این برخلاف فرض بکنید تورات است یا روایت محرفی که به کتاب یهودیان نسبت داده میشه که زن از دنده چپ مرد آفریده شده. در کتاب ما همچون چیزی نیست. زن و مرد هر دو از نفس واحد آفریده شده. اگر نفس واحد است، چرا مرد برتر از زن است؟ کدام آیه دلالت میکند که طبیعت زن فروتر از طبیعت مرد است؟ تعابیری هم که میبینیم در خود، حالا اینو در قسمت بعدی بهش میپردازیم. نکته اول هم برحال مسئله انسانشناسی زن و مرد است. همچنانه که در اسلام ما هیچ دلیلی برای برتری فرض کنید یک نژاد بر نژاد دیگه، یک رنگ بر رنگ دیگر نداریم، هیچ دلیلی هم بر برتری جنس مرد بر جنس زن نداریم. اصلی که در اسلام داریم برتری به اینها برمیگردد. برتری یا به علم است، یا به تقواست، یا به جهاد است. برتری به جنسیت است. اگر قرار است فردی بر دیگری برتر باشد، یا باید عالم‌تر باشد، یا باید متقی‌تر باشد در عمل، یا باید کوشش بیشتری در راه خدا کرده باشد، چه مرد باشد، چه زن باشد. نصوص دینی هم توی زمین خوشبختانه هیچ مخالفتی ندارن تایید. اگر ما با این مبنای انسان شناسی وارد شدیم، اون وقت مشکلات بسیارش حل میشه. نکته دوم میگوید بازم این جزء مبناهاست، این که ما وقتی به متون دینی مراجعه میکنیم در نظر داشته باشیم که این متون زبانی هستن. متنی که یا شفاهیست یا کتبیست و با زبانی گفته شده است، زبان مجرد از فرهنگ و زمان وجود ندارد. ممتنع است، محال است. این متن هیچ ربطی به گویندش ندارد. گوینده خدا باشد، پیغمبر باشد، من و شما باشیم. هر متنی وقتی به زبان آمد برای اینکه مفهوم باشد، بین الاذهان بتواند ارتباط برقرار کند، میباید به گونه‌ای باشد که با فرهنگ مخاطب بتونه رابطه برقرار. فرهنگ مجرد از زمان نیست. فرهنگ امر زمانی است. اگر این اصل رو هم پذیرفتیم، وقت معناش این میشه که متنی که نوشته میشود، هر متنی، میخواد این متن مقدس باشد، میخواد این متن سکولار باشد، هر متنی وقتی به زبان آمد و مکتوب شد، این متن با فرهنگ خودش، با زمانه خودش، با زمین خودش رابطه ای داره. اون وقت وقتی سالیانی گذشت از نوشته شدن آن متن یا قرنها گذشت و فهم آن متن برای کسانی که در آن فرهنگ نزیستند شرایط اون زمان رو درک نمی کنند، دشوار میشه. از این رو دشوار میشه که نمی توانند بین پیام گوینده
و شرایط فرهنگی زمانی متن نوشته شده تفکیک قائل میشن و این باعث سوء فهم میشه. مشکلی که ما در مسئله زنان داریم مثل بسیاری از مسائل دینی دیگه همینه، یعنی اینکه متن ما، متن مقدس ما، قرآن کریم است. این متن زبانی است. خداوند یا مستقیم یا از طریق فرشته‌اش جبرئیل اون رو به قلب پیامبر نازل کرده، بر زبان پیامبر جاری شده است. مخاطبان اصل نزول آن را شنیدند، مکتوب کردند، به سینه‌شان سپردند. برای اونها مشخص بود که پیام وحی در اون دوران منظورش چه بود، مثلا در مورد زن چه چیز را افاده میکرد. و بعد از قرنها گذشته، بعد از قرنها ما این و متنی که مشخص نیست پیام گوینده کدام است، لوازم عرفی و زمانی و فرهنگی اون پیام هم کدام، و گاهی وقتا این همه را یک کاسه فرض میکنیم و چیزی را به دین نسبت میدهیم که چه بسا لزوماً منظور و مراد گوینده نبوده است. این صرفاً از لوازم اصل نزول بوده است، نه پیام گوینده، نه پیام اصلی گوینده. یکی مشکل اصلی مسئله زنان این مسئله است. مسئله زن در اسلام تا حدود قرن 19 میلادی، تا حدود یک قرن قبل، در مقایسه با مسئله زن در دیگر فرهنگ ها بیشتر بوده است، مترقی‌تر بوده است. اما لزوماً در قرن اخیر، در 100 ساله اخیر چنین نیست. مشکلاتی که الان این مسئله به عنوان مسئله مطرح شده است به این 100 سال، 150 سال اخیر تعلق دارد. دقیقاً زمانی که بشر معاصر مسئله زن توجه کرد و قبل از اون همه دنیا از جمله دنیای مسلمانان بازن به گونه دیگری مواجه می شدن. الان ما به عنوان مسلمان وقتی می خواهیم بگیم من می خواهم مسلمان بمانم، در این حال من مسلمان قرن 21 هم هستم، من مسلمان قرن 15 هجری هستم، حالا می خواهم متن را بفهمم. اگر بدون تعارف بخواهم سخن بگیم، متن ما در مسئله زن دو صدایی است. هم اون صدای مبنای انسانشناسانه اولی رو که گفتم درش به گوش میرسد وجود دارد، هم آیاتی درش هست که خلاف اون رو به ظاهر به نظر میرساند. یعنی مواردی است که دلالت بر تساوی حقوق زن و مرد ندارد، در خلاف اون صدای اول که تساوی زن و مرد بود، هیچ تبعیض و اختلاف بین اونها نبود. آیاتی که فرض بکنید دلالت میکند بر قوامیت مرد بر زن، یا تفاوت شهادت مرد و زن، یا تفاوت ارث زن و مرد، یا مسئله جواز زدن زن، یا مسئله از این قبیل، خب اینها هم در کتاب وجود دارد. تعدادشون هم زیاد نیست، به خاطر اینکه تعداد آیات و احکام قرآن بسیار اندک است، چیزی نزدیک تمام آیات و احکام قرآن با وسیع‌ترین نگاه هم بخواهیم بهش نگاه بکنیم چیزی حدود 200 آیه است، در مقایسه با 6000 خورده آیه، یعنی کمتر حدود 3%. لذا توی مسئله زن هم بیشترین آیات اختصاص به صدای اول دارد که صدای تساوی است. تعدادی آیه هم هست که صدای دیگری رو میرسانه. با این مقدمه که عرض کردم، سوال من این است، آیا این دسته دوم آیات اینها پیام وحی بوده است، مراد شارع بوده است، مطلوب خداوند بوده است، یا این تفاوت ها اقتضای فرهنگ و زمانه و زمینه خاصی بوده است؟ دو تا نگاه متفاوت است. اگر کسی بگوید نه، هر چه هست
من باور ندارم که در متن امر زمانی یافت شود. همه ی آنچه که در متن است همه فرازمانی است. یه نگاه هست، نگاه سنتی به متن است و مطابق این نگاه سنتی اون وقت مواردی که هیچ مصداق خارجی ندارد در زمانه ما باید اونها رو محقق کنیم چون میخواهیم متن درست در بیاید. مثل این که مسئله دوران آن گذشته است، این مسئله الان دیگه موضوعیت ندارد ولی در متن وجود داره. اختصاصی هم به قرآن ندارد، تو تورات هم داریم، در انجیل هم داریم، در هر کتاب دیگری هم دارید یافت میشه. این فقط اختصاص به متون دینی ندارد. افلاطون 2500-600 سال پیش هم بخوانیم همین مسئله درش هست. ما وقتی میخوام افلاطون رو بخوانیم، امروز افلاطون فیلسوف زنده است. هر سال تعداد مقالات و کتابی که درباره اون نوشته میشود قابل توجه است. چیز نظری چند هزار است. فیلسوفی کاملا زنده است. اما وقتی متن رو میخوانیم، 8 جلد هم آثار مجموعه کامل آثار افلاطون در دست ماست. آیا همه مطالبی که در افلاطون یافت میشود مطالب ارزشمند فلسفی و هیچ مطلبی متناسب با زمانه و زمینه و فرهنگ 25 قرن قبل در آن یافته میشود؟ چه یافت میشود؟ افلاطون شناس کسیست که اون مسائل جزئی زمانمند رو جدا میکنند و اون پیام اصلی فیلسوف را به من و شما ارائه میکنند. این مسئله در متون ادبی و عرفانی ما هم هست. آیا فکر میکنید همه مطالبی که در مثنوی هست، همه مطالبی که در منطق الطیر عطار هست، همه مواردی که در سوانح هست، در همه شاهکارهای ادب فارسی که ادب عرفانی ما هستند، همشون مسائل فرازمانی هستند؟ اصلا اگر مسئله زمانمند تک تک اینها نبود که فهمیده نمیشه. میباید با زبانی شاعر و نویسنده می سرود و می نوشت که مخاطب زمانه خودش هم رو درک بکنه و درک کرده است. ولی امروز عارف، ادیب کسی است که لدی مطالب رو تفکیک می کند و رابطه برقرار میکند. اگر من و تو امروز با حافظ رابطه برقرار میکنیم یا با مولانا رابطه برقرار میکنیم، به خاطر مسائل قرن هفتم و ششم و هشتم نیست، خاطر مسائلی است که امروز هم برای من و تو موضوعیت داره. و برای همین به اینا افتخار میکنید. این حرفی که میزند امروز هم این حرف برش دارد. ولی بسیاری از مسائل هم هست، کم هم نیست. در مورد خود مسئله زن هم قابل ذکر است که تو همین کتاب ها یافت میشود، ولی میگیم اینها حرف اصلی گوینده نیست. اینها اقتضای زمانه حافظ بود. اینها اقتضای زمانه سعدی و فردوسی رو نمیتونم بولن. چه اشکالی دارم؟ این فقط مال فارسی هم نیست، در مورد شکسپیر هم هست، در مورد دانته هم هست، در مورد تولستوی هم هست، در مورد هر نویسنده دیگری هم همین مسئله هست. چون این مسئله مسئله مختص زبان. هر زبانی، هر گویندهی اگر به قرآن هم مراجعه بکنیم، این همین مسئله هم هست. الهی بودن متن که معناش این نیست که نباید مسئله زمانمند داشته باشد. تورات هم کلام خدا بوده است. خب در اون هم همه به اعتقاد ما، خب این تمامش زمانمند است و بیشترش زمانمند است. در مورد انجیل چنین گفته نمی‌شود، چون انجیل توصیف حواریون از عیسی مسیح، از مکاشفات عیسی مسیح و خداوند است. اما در حداقل در مورد قرآن که می‌رسیم، در این مسئله خاص ما، مسئله زن باشد، این دو بخش دارد همونطور که اشاره کردم. بخشی از اونها مسائلی که دلالت بر تساوی زن می کند، مسائلی که تفاوتی بین زن و مرد نیست، یا امتیاز مثبتی برای زن قائل شده به دلیل بحث مادر و وضع همه و همسال. بخش دیگر تبعیض‌های منفی است که در مورد زن مشاهده می شود. سوالم این بود که این تبعیض‌های منفی آیا اینها ذاتی اسلام است یا اینها مقتضای فرهنگ عصر نزول است؟ فکر سنتی، اندیشه سنتی که هر چه هست غیر اسلام است.
یادمون باشه اگر هر چه هست این اسلام است، اون وقت فرض بکنید بگیم بردهداری هم هست این اسلام است، حدود شرعی هم هست این اسلام است، همین مسائل تبعیض ها در مورد زن هم هست آیا این اسلام است؟ خب این یک نگاه هست. اما نگاه دوم نگاهی باشد که من به اون معتقد هستم، این است که نه، اینها اقتضای فرهنگ عصر نزول بوده است. یعنی اگر پیامبر امروز می آمدن به گونه دیگری سخن می گفتن. این سخن را که پیامبر نیمی از راه را رفته و نیمی دیگر امکان رفتن نداشت، اما جهت را به ما نشان داده، جهت آزادی بوده، جهت کرامت انسانی بوده، کرامت انسانی زن بوده، این جهت از سوی پیامبر از سوی قرآن نشان داده شده. فقط لازمه سخن و وقت سخن من این است، این هم به خطرناک است، چون تو داری میگویی بخشی از آیات، بخشی از آن چیزی که در متون اصلی اسلامی وجود دارد، ام از کتاب و سنت، اینها زمانمند هستند، یعنی اختصاصی به زمان خاصی داشتند، یعنی اینها دیگه متعلق به زمان دیگر نیستند. خب سوال، چرا اینها توی متن نوشته شده؟ آیا خدا نمیتوانست اینها را نگوید، ننویسد، نفرماید؟ آیا پیامبر نمیتوانست اینها را نگوید، ننویسد؟ یعنی اطلاع نداشتند که زمانی میرسد که دوران این امور به سر میرسد. پس معنای این که قرآن برای همیشه است چیست؟ این اولین اشکالی است که علی‌القاعده به ذهن هر کسی میرسد. از اون سو میشه گفت آیا نباید این کتاب برای مخاطب اولیش مفهوم بوده باشد؟ مخاطب اولیه دانش امروز را نداشته، و وقتی دانش امروز رو نداشته چطور ممکن بود با فرهنگ قرن 21 یا فرهنگ قرن 20 بفهمد؟ ممکنه بود، ممکن نبود بفهمد. همین مقداری از کرامت زن و ارتقای مقام زن که در قرآن هست و در سنت هست، بسیاری از مخاطبان اولیه مخالفت میکردن. به تاریخ سبت اسلام که برگردیم همون مقدار هم تحمل نمیشد، و اگر بیش از این گفته میشد مسئله دیگری. اما باید باور بکنیم که امر بین صفر و صد نیست. کتابی است با بیش از 6000 آیه و بحث ما در کمتر از 200 آیه آن است، یعنی کمتر از 3% آیات. و توی این 3% میگیم آیا در یک متن، در هر متنی سهم فرهنگ زمانه، سهم زبان چقدر است؟ اگر همین مقدارم نپذیریم با هیچ متن ما نمیتونیم کنار بیاییم. هیچ متن رو، هر متن رو میخواد بگید چند تر ازش گذاشته باشد، ببینید این مشکلات درش یافت میشود یا نه. این مشکل زبان است، اصلا ربطی به گوینده ندارد. به هر صورت ما مقابل این متن قرار گرفتیم و الان میگیم که آن چیزی که زن مسلمان را امروز هویت اسلامی بهش میبخشد این است که رعایت کرامت انسانی که با مرد مساوی است مثل مرد، رعایت عفاف و نجابت اسلامی که مرد هم، مرد مسلمان هم توانند زن مسلمان به آن دعوت شده است، عدالت، رحمت، دیگر مفاهیم اصیل که مشترکاً شامل زن و مرد میشود، این و یک اختصاص حقوق تبعیض مثبتی که اون فرهنگ جدید هم رو به رسمیت شناخته که متعلق به وظایف خاص زنانگی زن است. اما در مورد تبعیض حقوقی منفی به نظر میرسد اینها متعلق به جزء عرفیات باشد و نه جزء دینیات. و فقیه امروز که می با این مبنا عمل می کند می باید بین این دو امر رو تفکیک بکند. نتیجه منطقی اجتهاد بر اساس مبانی و اصول در مسئله زن این است که این مواردی که تبعیض منفی محسوب می شود صحیح در این زمان صحیح شمرده نمی شود. این احکام مختص زمانه و زمینه خاصی بوده است و به واسطه به سر رسیدن دوران آن این احکام و نه همه احکام
جزء احکام منسوخ محسوب میشه. ناسخ و منسوخ هم در فرهنگ قرآن بی سابقه نیست، سابقه دارد. صرفا تفاوتش در این است که در اندیشه سنتی گفته می شود امر منسوخ صرفا می باید توسط خود قرآن بیان بشود. الان با روش دیگری به این امر منسوخ می رسیم و اون روش عقل است. این یکی از کارکردهای عقل در فرهنگ اسلامی است که آنچنان که قبلا نوشتم، این نکاتی هم که عرض می کنم مقاله قبلا منتشر کردم، هم به فارسی هم به انگلیسی منتشر شده، به عنوان بازاندیشی حقوق زنان در اسلام از عدالت استحقاقی تا عدالت مساواتی. فقط این دو واژه عدالت رو هم توضیح بدم. عدالت استحقاقی یعنی اینکه هر کسی در جایگاه طبیعی که قرار می‌گیرد همونقدر حق دارد. برده حق طبیعیش با انسان آزاد متفاوت است. بر این اساس حق طبیعی زن هم از حق طبیعی مرد کمتر است. این همون مبنای انسان شناسی نزدیک 2000 چند قرن، یعنی نزدیک 2200-300 سال بر کره زمین مسلط بوده است. برای همین همه فرهنگ ها زن رو فرو دست می گرفتن، چون می گفتن استحقاق زن همین است، بیش از این استحقاق ندارد. و بر این اساس مسلمانان هم، علمای مسلمان هم کتاب و سنت را فهمیدن استحقاق تو همه قدر است، جایگاه طبیعی تو همین است. در مقابل این مفهوم، مفهوم دیگری است به نام عدالت مساواتی. مهم نیست که تو وزنت چقدر است، رنگت چقدر است، علمت چقدر است، تو انسانی یا نیستی. از آن حیث که انسانی حقی داره، حق انسانی بین همه انسان‌ها علی‌رغم تفاوت‌هایشان یکسان است. و اونی که من دارم روش تاکید می‌کنم این است که این یه بحث فلسفی است. بعد بگیم اسلام هم این اصل را قبول دارد، زن از آن حیث که انسان است و مرد از آن حیث که انسان است دارای حق مساوی هستند. جنسیت، زنانگی و مردانگی هیچ تفاوتی در حقوق انسانی ایجاد نمی‌کند. اگر زمانه دیگری تفاوت ایجاد می‌کرده، امروز این امر معقول نیست. نوشتم که همه احکام شرعی در عصر نزول مطابق عقلانیت آن دوران عقلایی بودند، عادلانه بودند، اخلاقی بودند، کارآمدتر بودند. حکم شرعی تا زمانی که این چهار صفت رو دارد باقی میماند، مطابق عقلانیت امروز. یعنی مطابق عقلانیت امروز آیا این حکم همچنان عقلایی، عادلانه، اخلاقی و کارآمد هست یا نیست؟ برخی از احکام جزایی ببینیم نه، کارآمد نیست، عادلانه هم نیست، اخلاقی هم نیست، عقلایی هم نیست. زمانی بوده است. یادمون باشد عقلانیت انسان در برخی مسائل تغییر کرده است. انسان تا 2 قرن قبل بردهداری را تحمل میکرد، میپذیرفت، معقول میدانست. امروز نمیدانیم. رأی زنان کمتر از 1 قرن قبل در هیچ جای دنیا به رسمیت شناخته نشد، ولی امروز این امر را غیر با عقلانی میدانیم. این تغییر عقلانیت است. اگر اینها پذیرفته است، اون وقت یک مثال جزایی هم بزنم. در گذشته نوع مجازات ها مجازات فیزیکی بوده است، تازیانه بوده است، قطع اعضا بوده است، فشار بدنی بوده است. امروز بشر به این نتیجه رسیده که این امور عقلایی نیست، اخلاقی نیست، کارآمد هم نیست. می توان به جای این مجازات ها محدودیت های اقتصادی، محدودیت آزادی، محدودیت فرهنگی و مانند اینها اعمال کرد. و
اینا خیلی اثرش بیشتر از این است که کار دیگری است، جریمه دیگری صورت بگیرد، مجازات دیگری صورت بگیرد. حالا اگه به این نتیجه رسیدیم، آیا این امور تعبدی هستند که الزاماً میباید حتما مانند نماز و روزه و حج همون شکل متعبدانه به اونها رفتار کرد؟ اگه گفتیم نه، نتیجه این میشود که مباحث غیر عبادی فقه با چهار ملاک عدالت، عقلایی بودن، اخلاقی بودن و کارآمد بودن قابل بازاندیشی است. حقوق زنان نیز مشمول همین حکم است. یعنی اون هم باید تک تک احکام رو با عقلانیت امروز مورد بازاندیشی قرار داد و بررسی کرد که آیا چنین هست یا چنین نیست، آیا این چهار صفت درش جاری هست یا چاری تفصیل این بحث، مستندات آیات دو طرف بحث، روایات دو طرف بحث رو من اونجا مکتوب کردم. دوستانی که علاقمند هستن مطالعه می‌کنن. نکته سومی که میخوام بهش اشاره کنم، اینم در بحث دیگری تفصیلش رو گفتم، ولی باز اثر فراواری رو بحث امروز هم داره. اون مسئله نگاه ما به شریعت هست. این مشکلی است که به طور کلی شریعت چیست؟ لازم بعد از اونش احکام شرعی چیست؟ شریعت الان اگر از من و شما بپرسن بلافاصله ذهنمون منعطف میشود، معطوف میشود به احکام حقوقی، به قانون. سوالم این است، آیا شریعت از ابتدا مرادف با قانون بوده است؟ یا نه، شریعت چیزی غیر از قانون بوده است؟ مطالعات من این رو میگوید شریعت ابتدا ارزش ها و هنجارهای اخلاقی بوده است. یکی از شاهد مثال خیلی آشنا برای همه، از پیامبر میپرسیم برای چه مبعوث شدی؟ آیا فرمود من مبعوث شدم تا مثلا قانون جامعه رو ترقی بدم، اینی بوعث بله و تمه و قوانین مثلا جامعه، ولی گفت بله و تمه و مکار من اخلاق. اون چیزی که برای پیغمبر موضوعیت داشت اخلاق. قرآن هم نیمده خودش رو کتاب قانون معرفی بکنه، خودش رو چی معرفی کرده؟ کتاب هدایت. هدایت لزوماً قانون نیست. کتاب هدایت با کتاب اخلاق بسیار سازگارتر است تا کتاب قانون. نه، اگر قرار است این کتاب برای همیشه باشد، آن چیزی که همیشگی و جاودانگی را با خود دارد ارزش‌های اخلاقی است، نه قوانین اجتماعی. قوانین دستخوش تحول است، ارزش‌ها ثابت می‌ماند. به ارزش‌های خودمون نگاه کنید، مثلا کرامت انسان، عدالت، امانت داری، قبح و زشتی، دزدی، دروغگویی، خیانت. هیچ وقت اولی‌ها زشت نبوده، دومی ها زیبا نبوده. هیچ جامعه ای فرض بکنید دروغ گفتن را تحسین نمی کند و راست گفتن را تقلید نمی کند. اینا ارزش های فرازمانی و فرامکانی هست. اینا ارزش های هستند که کتاب و سنت هم از اونها دفاع می کند. اما اگر ما دین را، اسلام را مرادف با شریعت معرفی، شریعت رو هم مساوی قانون بگوید، معناش چی میشه؟ وقت قانونی که همه قوانین، قانون در ذات خودش تناسب با زمان و مکان رو دارد، دشوار است که قانون فرازمانی و فرامکانی باشد. مقنن، قانون نویس هر از چندگاه میباید تجدید نظر کند و قانون رو متناسب با جامعه خودش کنه، شرایط خودش بکنه. اگر قانونی متناسب
متناسب با 14 قرن قبل بوده، 10 قرن قبل بوده، 20 قرن قبل بوده، هیچ دلیل نداریم این قانون متناسب و الان هم باشه. این تفاوت قانون و ارزش است. یعنی شما اگر شریعت اولی باشد، ارزش باشد، این با جاودانگی همراه است. اگر شریعت قانون باشد، زمانمندی لازمه آن است. و این دوباره برای ما مشکل است. اون چه که من بهش رسیدم اینه که شریعت به جای این که سیستم قانونی باشد، مجموعه ارزش‌های اخلاقی بوده. در مسئله زن باید دنبال کنیم ارزش‌های اخلاقی در حوزه زن چیست؟ اون ارزش‌ها مورد تایید اسلام است. قانون متناسب با اون ارزش‌ها در هر زمان میباید وضع شود توسط قانون نویس ها، و ممکن نیست قانونی برای همیشه باشد. عبادات مسئله جداگانه هستند. عبادات قانون نیستند. هیچ سیستم حقوقی هم قانون رو بگیم قانون آن چیزیست که پلیس میطلبند، اگر انجام ندادی مجازات میشنی در همین دنیا. عبادت امر دیگریست. عبادت مبتنی بر عشق است. اگر هم انجام نشود تو هستی و خدای خودت در آخرت. اجباری نداره که عبادت رو در این دنیا انجام بده. اگر به این نتیجه رسیدی با خدای خودت راز و نیاز بکنی، بهرش رو هم میبری. نکردی هم بی بهره میمونی. اما قانون چیز دیگری است. حالا باید از خودمون سوال بکنیم. ببین این نکات سگانه که من مطرح کردم همه نکات بنیادی هستند. و نگاه سنتی برخوردی با این سلسله نکته داشته، هم شریعت رو به گونه‌ای فهمیده، هم متن رو به گونه‌ای فهمیده، هم انسان شناسیش به گونه‌ای. خب نتیجهش یک جور احکام زن بوده است. و نگاه دوم که دستی بود که الان مطرح کردم، گفتید هیچ دلیلی بر فرودستی نداری. انسان شناسی قرآن اسلام رو که دنبال می‌کنیم به زن نگاه مساوی و مشابه مرد رو دارن. در زمینه دوم گفتیم متنی که مقابل ماست، این متن هم آیات فرازمانی ناظر و ارزش‌های اخلاقی دارد، هم آیات زمانمندی زمانمند ناظر به احکام قانونی دارد. حالا از خودمون باید سوال بکنیم که کدام یک از اینها مر اسلام است. اگر به این نتیجه رسیدیم که ارزش‌های اخلاقی است که منظور نظر اصلی خدا و پیامبرش بوده است، ادامه همین